کیچن اومد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه بچه های عزیزم، امیدوارم حالشون خوب باشه، خسته نباشین، تنشون سالم، دلتون خوش. بچه های گلم خیلی خوش اومدید به مجموعه فری کلاس درس فیزیک. بنده مرتضی شعبانی هستم، فارغ التحصیل مهندسی صنایع دانشگاه شریف و رتبه 27 کنکور سراسری و دبیر و مدرس فیزیک کنکور و دبیرستان. خیلی خوشحالم شما رو میبینم عزیزای دلم، دختر پسرای کلم در سر تا سر کشور، شاگردای خودم، بچه های مشتی و با معرفت. بچه ها قرار امسال با هم دیگه درس فیزیک 12 رو بتره کنیم، لذت ببریم، خوشحال و شاد و خندون و با هم دیگه یه جمع‌بندی خیلی عالی داشته باشیم از تمرین، تست، نکات خلاقانه و گام به گام با شما خواهیم بود با آزمون‌های آزمایشیتون و همچنین در کنکور سراسری انشالله به موفقیت شما فکر خواهیم کرد و این روند رو پیش خواهیم گرفت. یه نکته رو بهتون بگم قبل از اینکه استارت رو بزنیم، اگر دوست دارید با من در ارتباط باشید و پیام بدید، حتما حتما در سایت freeclass.com برید و از اونجا وقتی وارد اکانتتون بشید میتونید با من در ارتباط باشید، پیام بدید، سوالا رو حل بکنید. پس این نکته یادتون نره، پس تو سایت freeclass.com میتونید این کار رو انجام بدید. هر هفته یک شنبه بچه‌ها تقریبا حوالی ساعت 5 دو زنگ داریم با هم، یک شنبه میبینمتون و حواستون باشه که سر تایم بیای و کسایی که به صورت لایو و زنده میبینن برنامه رو به صورت رایگان تا آخر سال و انشالله استفاده بکنید. اینم هدیه بسیار مشتی و توب از مجموعه فری کلاس و اساتید گرانقدرشون و کسایی هم که جا موندن به هر نحوی میتونن از آفلاینش استفاده کنن. خب بچه های گلم دقت بکنید، میخوایم بریم آتیش بازی کنیم، را بندازیم، بتره کنیم، پرچم رو ببریم بالا. قبلش بهتون یه توضیح بدم، فیزیک 12 چهار تا فصل گردن کلوف داره: 1. حرکت شناسی یا سینماتیک، 2. دینامیک و نیرو، 3. نوسان و موج و 4. هسته و اتم، که انشالله سعی میکنیم هم شما موفق باشید در امتحان نهاییتون و هم در کنکور. پس از دست ندید نکاتمونو، هر هفته پس یک شنبه ها غافل نشید، ما رو هم به دوستاتون معرفی بکنید که بتونید بهترین استفاده رو داشته باشید. خب بچه ها میخواییم با نام و یاد خدا شروع بکنیم بحث شیرین و دلنگیز حرکت شناسیمونو. من اینم بندازم داخل چیز فول اسکرین که داشته باشیم کامل. خب بفهم بچه ها دقت بکنیم، بریم با همدیگه اولیه ذره مقدمات کار رو ببریم جلو، بعدش با همدیگه میریم سر تمرین و تست و اینا کیف میکنیم. فصل اول درباره مقدمات حرکت شناسی، حواسا جمع باشه بچه ها. اول میخواییم با همدیگه با مبدأ شناسی آشنا بشیم، فرق مبدأ مکان و مبدأ حرکت ببینیم چیه. بیاییم بچه ها. میگه مبدأ شناسی، میگه نگاه کنید، میگه به طور مثال فرض بکنید اتومبیلی توی نقطه آ قرار داره. پس اتومبیل من بچه نگاه کنید در نقطه چی قرار داره؟ در نقطه آ قرار داره. میگه که شروع به حرکت میکنه، این مبدأ حرکت. پس متحرک از هر جایی شروع به حرکت میکنه به اونجا چی میگن بچه ها؟ مبدأ حرکت. میگه اگه بخوایم وضع متحرک رو تو هر لحظه نسبت به چراغ راهنما بسنجیم، چراغ راهنما بچه‌ها مبدأ مکانه، یعنی ایکس شند صفر. پس اولین نکته که یاد گرفتم مبدأ مکان با مبدأ حرکت فرق داره ها، یادت نره. مبدأ مکان همیشه ایکس مساوی صفره. آقا یه چیزی بگم، یعنی میتونه مبدأ حرکت با مبدأ مکان یکی باشه؟ بله. مثلا فرض کنید من قشنگ ماشین رو از اینجا شروع به حرکت میکنم، درسته؟ پس یعنی هم مبدأ حرکت هم ایکس مساوی صفره، هم مبدأ مکانم. پس این نکته خیلی مهمه، میتونه مبدأ حرکت مبدأ مکانم باشه. بعد میگه ممکنه که مبدأ حرکت و مبدأ مکان بر هم بگو منطبق باشن، ولی الزاماً بر هم منطبق نیستن. پس ممکنه منطبق باشن و ممکنه منطبق نباشن. خب
پس بچه‌ها مبدا حرکت نقطه‌ای که حرکت از آنجا شروع میشه، پس فرقش رو بدونید. اما مبدا مکان نقطه‌ای است که فاصله آن نسبت به آن سنجیده میشه، یعنی x مساوی 0. پس دختر گلم، پسر گلم، یادت باشه اسم مبدا مکان اومد یعنی x 0، اما مبدا حرکت اومد یعنی شروع حرکت. پس مبدا مکان x مساوی 0، یادت باشه. حالا لحظه آغاز حرکت و مبدا زمان میگیم. پس اگه بگیم متحرکی در مبدا زمان در پی متری قرار داره، مبدا زمان یعنی چی؟ صفر بچه ها، یعنی تی مساوی 0. پس این نکته یادم باشه. پس تی مساوی 0 یعنی مبدا زمان، مبدا مکان x مساوی 0. حالا استاد، ما مثلا تو آزمون های آزمایشی طراح ناقلا اسم مبدا رو خالی میاره. آها، حالا چیکار کنیم؟ برات گذاشتم. اگه تو تستی اسم مبدا خالی اومد ناقلا، تو مبدا مکان در نظرش بگیر، نه مبدا حرکت. چه نکته مهمی. پس پرچم بالا، لبیک بگید ببینم. لبیک یا حواسا جمع. اسم مبدا خالی اومد یعنی مبدا مکان. حالا میگه اگر متحرکی از مبدا، آها مبدا خالی یعنی x مساوی 0، شروع به حرکت کرده باشه، مبدا مکان و مبدا حرکت یک نقطه خواهند. پس این نکته بچه ها حواسم باشه. خب قبل از اینکه زمان شناسی رو بگم، این الان شما بیان بگید محور x رو میکشم بر حسب متر. میگم فرض کنید که مثلا علی در نقطه x مساوی 0 در مبدا زمان قرار دارد. آهان، مبدا زمان گفتیم استاد چی میگه؟ یعنی t مساوی 0. پس یعنی استارت حرکتش اینوره. حالا یا اینور یا اونور، نمیدونیم. اما مبدا مکان کجاست؟ 0. آیا مبدا حرکت با مبدا مکان یکیه؟ خیر. مبدا مکان x مساوی چنده؟ 0. مبدا مکان یعنی مبدا مختصات، اما مبدا حرکت x مساوی 0 3 خواهد بود. پس این مبدا حرکت، این مبدا مکان. ولی اگه علی از اینجا استارت میزد یکی بودن. خب حالا بریم زمان شناسی. اینایی که دارم بهتون میگم گرگیا حواستون باشه، بیا عکس گرگم براتون گذاشتم، کیف کن. اینا تو مقدمات حرکت شناسی باید حواسم باشه، یعنی اینا رو باید بلد باشم تا بتونم برم سر تستا. بریم زمان شناسی. مثلا میگه ثانیه اول. ثانیه اول یعنی بین چند تا چند؟ 0 تا 1. ثانیه دوم 1 تا 2. ثانیه سوم 2 تا 3. پس میبینیم ثانیه دوم شد 1 تا 2، سوم 2 تا 3. پس ثانیه دهم میشه چند؟ آها 9 تا 10، ماشاءالله. ثانیه 15م 14 تا 15، ثانیه 20م 19 تا 20. پس ثانیه انم میشه از انمنهای 1 تا n. پس این یه نکته. مثلا میگه جابجایی متحرک در ثانیه دهم چند برابر ثانیه سومه. پس اینو حواسم باشه. پس الان که مثلا گفتیم ثانیه دوم میشه چند تا چند؟ 1 ثانیه تا 2 ثانیه. اما اگر نگه ثانیه دوم، بگه 3 ثانیه دوم، 4 ثانیه سوم، 5 ثانیه هشتم، حالا چی میشه داستان؟ بریم اینجا این فرمولو بریز دور، همه حواسا به من. میخوام یه تکنیک بگم برگات بریزا، بیا برگریزون. آقا دقت کن، بگه 2 ثانیه چهارم، 2 ثانیه چندم، 4. ببین یه تکنیک میخوام یادت بدم کیف بکنی. بیا اینجا 2 ثانیه 4 ببینیم چی میشه. 2 ثانیه اول میشه 0 تا 2، 2 ثانیه دوم 2 تا 4، 2 ثانیه سوم 4 تا 6، و 2 ثانیه 4 میشه 6 تا 8. آقا اگه 2 ثانیه 1000 بود همینجوری میخوایم بری جلو؟ نه، کافیه این 2 رو تو 4 ضرب کنی، 2 4 تا میشه 8 تا. استاد گفته 2 ثانیه‌ای دیگه، 2 ثانیه ازش کم کن، میشه چه؟ آی باریکلا 6 تا 8. دمت گرم. پس 2 ثانیه 4 چی شد تکنیک؟ 2 4 تا 8 تا، 2 تا ازش کم کن 6. اینو به من بگو ببینم دختر گلم. 5 ثانیه 8
ببینم میتونید بگید. خب اول دوتاش تو هم بکوبونید. بگو ببینم. 5-8 تا. ماشاءالله. 40 تا. چند تا کم کنم استاد؟ 5 تا ازش کم کن. میشه 35 تا 40. ماشاءالله. بریم بعدی. 11 ثانیه مثلا چندم بدیم؟ 10. بیا 11 ثانیه 10 ضرب کن. 11 تا 10 تا میشه 100 و چند تا. 10 تا 11 تا ازش کم کن. 10 تا کم کنیم 100. یکی دیگه کم کنیم 99. پس میشه 99 تا چند؟ 110. پس آقا یه نکته یاد گرفتم. پس اگه بگه فلان ثانیه فلانم تو هم ضرب میکنیم. مثلا اینو من بگید ببینم. بچه ها گفته 2 ثانیه چندم 2 ثانیه اول. بگید ببینم چی میشه. خب 2 ثانیه اول میشه 2 1. 2 تا. 2 تا ازش کم کن میشه 0 تا 2. درسته؟ 0 تا 2. البته خود 0 رو اینجوری می‌نویسن. مهم. 0 تا 2. بریم. 2 ثانیه سوم 2 3 تا. 6 تا. 2 تا ازش کم کن 4. ماشاءالله. پس یادم باشه 30 ثانیه انوم اینا رو تو هم ضرب می‌کنیم زمانو کم می‌کنم. مرسی. بریم سر ادامه. گرگی حواسا جمع. دمتون گرم. ماشاءالله بچه‌ها. بریم مکان شناسی و بردار شناسی. دیگه کم کم میخوایم وارد موضوعات اصلیمون بشیم، لذت ببریم. دختر پسرای گلم، حواسا جمع. اول میخوایم با بردار مکان آشنا بشیم. بردار مکان برداری است که ابتدایش مبدأ مکان یعنی x مساوی 0 و انتهایش مکان متحرک است. پس برداری که ابتداش چی باشه؟ 0 و انتهاش مکان متحرک باشه میشه چی؟ بردار مکان. مثلا موتور سیکلت تو کجا قرار داره؟ بشماریم 1 2 3 4 5. پس تو منفی 5 متری قرار داره. اگه بخوام بردار مکانش رو رسم کنم از نقطه O به اینجا وصل میکنم میشه X A، بردار مکان A. اتومبیل بی رو با هم دیگه ببینیم. بی کجا قرار داره؟ خب ارسلان میگه آقا این 1 این 2 این 3 این 4. درسته. مثبت یا منفی؟ مثبت. مثبت 4. وصل کنید. بردار مکان برداری است که مبدا را به آن وصل کند. خب وصل کنید. اگه اینو به این وصل بکنیم میشه ایکس بی. درسته؟ پس این شد بردار مکان ها، بردار مکانی. حالا بر حسب میتونیم بردار یک کم بنویسیم آی و جی. این تو راسته منفیه، پس میتونم بگم ایکس بی میشه منفی 5 آی. این تو راستای مثبته، میتونم بگم بردار مکانش میشه مثبت چند؟ 4 آی. درسته؟ اینم از این. پس تعریف بردار مکان رو به من بگید. بردار مکان برداری است که مبدأ مکان را به مکان جسم وصل کند. مرسی. حالا اینجا رو بخونیم. بچه‌ها با من بیاین جلو. گفته برای متحرکی که سمت راست مبدأ باشه، مثلا اتومبیل آ، اولا مکانش چیه؟ مثبت، یعنی ایکس آ بزرگتر از 0. پس بچه‌ها اجسامی که در سمت راست مبدأ قرار دارن ایکسشون مثبته، ثانیاً بردار مکانشون در جهت محور. نگاه کنید بچه‌ها، هر چیزی که تو فیزیک مثبت باشه و کمیت برداری باشه یعنی در جهت محور. پس اگر بردار مکان مثبت باشه یعنی بردار مکان در جهت محور ایکس، اگه منفی باشه در خلاف جهت محور چی خواهد بود؟ ایکس خواهد بود، که تو ادامهش داریم با هم میبینیم. پس بچه ها با من بگین، پس اگه متحرکی سمت چپ باشه، مثلا مثل موتورسیکلت، اولا مکانش منفیه، ایکسش منفیه، ثانیاً بردار مکانش بچه ها چیه؟ در خلاف جهت محور افق خواهد بود. پس بردار مکانش در جهت. پس میگه آقا یه تبصره کلی به ما یاد میدی استاد. آره بیا جلو ببینم. پس حواسا جمع.
هر وقت بگن بردار فلانی در جهت یعنی فلانی مثبت، هر وقت بگن بردار فلانی منفیه یعنی در خلاف جهت، پس اگه بگن در جهت فلانی میشه مثبت، اگه بگن خلاف جهت فلانی میشه منفی. مرسی. پس بگید بچه ها اگه در جهت محور باشه هر چیزی میگیم فلانی مثبته، اگه در خلاف جهت باشه اینو بعداً میخوایم ما، میشه فلانی چیه؟ منفیه. نکته، وقتی که بردار مکان تغییر جهت داده یعنی چی؟ خب بریم ببینیم تغییر جهت اصلا معنیش یعنی چی. بچه ها نگاه کنید، فرض کنید این منم، خب این مثلا محور x، اینجا x مساوی صفره، اینجا مکانهای مثبته، اینجا مکانهای چیه؟ منفی. خب اگه من اینجا قرار داشته باشم بخوام بیام اینجا ردشم، اگر بخوام بگم اینجا الان بردار مکانش چیه؟ منفیه. اینجا بیاد میشه چی؟ مثبت. یعنی مرز اینجاست. اگر که مرز رو رد کنه یعنی بردار مکان تغییر علامت داده. یعنی اگه من بیام مکانم از منفی بشه مثبت، یعنی ایکس من از بگو منفی بشه چی؟ مثبت، میگم متحرک چی داده؟ بردار مکانش تغییر جهت داده. یا اینکه از مثبت بشه منفی، اینم میگم بردار مکان چی داده؟ تغییر جهت. پس قبول دارید یعنی از منفی ها، همسایه منفی ها باید بیا مثبت. پس باید چی رو رد کنم؟ باید مرز رو رد کنم دیگه. مرزم x مساوی صفره، یعنی شرط تغییر جهت اینه. برای هر بچه ها چی؟ مؤلفه. شرط تغییر جهت، هر کمیت فیزیکی که تغییر جهت پیدا کنه دو تا اتفاق همزمان باید براش بیفته. یک، اولا باید اون چیز صفر شود که یعنی به مرز رد کنه صفر بشود، ثانیا باید تغییر علامت هم بده. یعنی چی بچه ها؟ یعنی اگه که بودش مثبت بشه منفی، اگه که بودش منفی بشه مثبت. یعنی فقط صفر بشه بهش نمیگن تغییر جهت یافته اون چیز. پس صفر خالی به درد نمیخوره. بریم ببینیم چی گفته. میگه که وقتی بردار مکان تغییر جهت داده است یعنی متحرک از مکانهای مثبت بیاد منفی یا برعکس، پس باید از چی عبور بکنه؟ صفر، مرزم. پس هر وقت بگن فلان کمیت تغییر جهت داده یعنی اولا فلان کمیت صفر شده، ثانیا علامت قبل و بعدش عوض شده. یعنی اگه فلان کمیت مثبت بود باز مثبت بشه، تغییر جهت رخ نداده. اگر مثبت بود بشه صفر، باز تغییر جهت رخ نداده. احسن بچه ها. پس عجب تخته مهمیه بچه ها. من این از چیز در بیارم که لذت ببریم چقدر عالی شد. پس بچه ها حواسم به این نکته باشه، بسیار نکته مهمیه. کیف کردین؟ بودایم ببینم گرگای والی سیرید بوده ماشاءالله. عالی، مرسی، باری کلا. بریم سر جا به جایی و مسافت. به 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 میخواییم کیف کنیم. خب باری کلا، مرسی بچه ها، مرسی، ممنونم از سوگند و آیدای عزیز، سپاس. بریم. خب آیدا میگه آقا ما جا به جایی مسافت رو خیلی مشکل داریم، میشه برامون خوب جا به اندازی؟ چشم، بریم اینجا. همه حواسا جا. بچه ها خود رو تو نقطه کی قرار داره؟ نقطه آ قرار داره. قراره بره به نقطه بی. از چه مسیری حرکت میکنه؟ از این مسیر. درسته؟ به مسیری که متحرک از مبدأ تا مقصد طی میکنه بهش میگن مسافت. پس اینجا میشه مسافت طی شده. پس تعریف مسافت اگه بخوایم ببینیم چیه، با حرف L نشون میدن، از کلمه length به معنای طول یا مسافت میشه
مجموع طولهایی که مجموع طولهایی که متحرک از مبدأ حرکت تا مقصد حرکت طی میکنه. خودتون میدونید که پس واحد فاصله چه خواهد شد؟ چون مجموع طولایی که طی میکنه، پس میتونیم بگیم واحد مسافت متره بچه ها توی سیستم SI. پس واحد مسافت تو سیستم SI، SI هم که میدونید چی بود؟ سیستم بین المللی که تو دهم خونده بودید، یعنی همه چیزی که قبول داشتن. واحدش چی میشد؟ دختر گل، پسر گل، متر. خب بابا جون ببینیم جا به جایی چی میشه. آها، مسافت بود مجموع طولهایی که متحرک از مبدأ تا مقصد طی میکنه. اما آقا اگه یکی پل میزد ما راحت میرفتیم که خیلی بهتر بود. پس میتونم بگم جا به جایی برداریه که مبدأ رو به مقصد وصل میکنه. با حرف دیم نشون میدیم از کلمه دیستنس، بردارم میذاریم. مبدأ رو به مقصد مستقیم و بدون تغییر جهت وصل میکنه. پس تعریف جا به جایی رو بگید ببینم. بودو پسرهای آتیش باره، بودو ببینم، انشالله بودو. پس جا به جایی میشه برداریست، پس برداره جهت داره که مبدأ حرکت رو به مقصد حرکت وصل میکنه. خب بردار اگه دقت کنید کج و راست نداره. پس بردار دو تا ویژگی داره. یک، باید چی باشه؟ مستقیم، مستقیم الخط و بدون تغییر جهت. پس دقت کن، جا به جایی برداری است که مبدأ را به مقصد مستقیم و بدون تغییر جهت وصل می‌کند. بردار اینجوری صاف، حالا مثلا یا اینجوری شکسته نباید باشه. مرسی. پس فرق جا به جا. حالا از حسین یه سوال بپرسیم. حسین یه سوال. حسین میگه استاد خب ما که دیوونه نیستیم که این مسیر رو بریم، همونو میدیم که کمتره. خب اومد نمیتونی کوهو بشکافی، بعضی وقتا باید جاده رو دور بزنی و و و فلان. پس ما میتونیم بگیم بابا جون این جا به جایی و مسافت یه داستانایی با هم داره. اولا به نظر شما امکان داره جا به جایی و مسافت بیشتر بشه؟ یعنی مثلا مسافت جا به جایی یکی نشن بیشتر بشه؟ آره آقا همین شکل. الان جا به جایی ما کمتره، مثلا اگه اینجا 20 متر طی کرده باشه، این پایین مطمئنن مثلا 30 متر طی کرده. یکی میتونن باشن؟ آره. چه یکیه مسافت و جا به جایی؟ بریم اینجا. پس من میخوام مسافت و جا به جایی ببینم که یکیه. برم توی یه تخته بهتون بگم بچه ها تا برگردیم سر این داستان. توی این بریم نگاه کنید بچه ها. فرض کنید اینجا نقطه آه مبدأ، من میخوام برم به نقطه بی. ببینید چه مسیرهایی رو میتونم برم، مقصد. خب یکی میگه آقا من از این مسیر میرم، بفرما، مسیر یک. یکی هم مسیر دو میره، یکی مسیر سه رو میره، اما همه اینا مسافتن. جا به جایی چجوری میشه؟ بیا جا به جایی برداریه که مبدأ و به مقصد مستقیم و بدون تغییر جهت چه کار کنه؟ وصل بکنه. این هم از این. پس مسیر یک و دو و سه مسافتن، اما مسیر آبی رنگ دیه، یعنی جا به جاییمون. پس کوتاه ترین فاصله بین مبدأ تا مقصد همان جا به جاییست. پس اگه به ما گفت یادم باشه. پس جا به جایی قبول دارید همیشه کوچیکتر یا مساوی مسافت، این یادم باشه.
چرا مساوی گذاشتی؟ آها، تو یه صورتی مساوی میشه. اینجا که مسافت رو بیشترن، تو یه صورتی مسافت رو جابجایی برابر در میاد. در صورتی که پس دی و ال کی با هم برابرن؟ وقتی دو تا شرط داشته باشیم. یک، مسیر من مستقیم باشه. دو، مسیر من بدون تغییر جهت باشه. اوه 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 اوه، یا امام زمان، یا حسین، پرچم بده بالا. اینم از این. پس آقا دقت، حواس جمع. پس زمانی میتونم بگم جا به جایی و مسافت با هم برابره که دو تا شرط باشه. یک، مسیر من مستقیم و مسیر من بدون تغییر جهت باشه. باریکلا. آقا یعنی چی مستقیم؟ یه مثال بزن. باشه، بریم اینجا. نگاه کنید، فرض کنید بچه ها این مثلا یک ماشینی داره دور مثلا میدون میشه. فرض کنید این ماشین، اینم میدون آزادیه، آزادی تاور. اینجوری اومده، از اینجا اینجوری اومده، لا 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 لا. خب آیا این مسیر مستقیمه؟ نه، منحنیه، انحنا داره. پس تو این مسیر جا به جایی و مسافت با هم برابر نیستن. این میشه ال یا مسافت. اما اینو ببین، پس جا به جاییمون کجا میشه؟ اینه مبدأ و به مقصد مستقیم و بدون تغییر جهت وصل کنه. این میشه جا به جایی، یعنی قطر میدون هست. ولی خب ما که نمیتونیم میدون اینجوری از وسط را چیم رنده کنیم، پس یعنی شاید بعضی جا اتفاق نیفته. در این حالت دی کوچیکتر از اله، پس همواره الان اینجا کمتر شد. تو این مثال جا به جایی کمتره. اما تو این شکل رو ببین، پس اینجا مسیرم چی بود؟ منحنی بود. اما اینجا رو ببین، بگو بالای سرسره میایم پایین سرسره. بیا یه توپی دارم، از نقطه آ میاد به نقطه بی. خب بچه ها به من بگید از آ تا بی 10 متر اومده پایین، آیا مسیر من تغییر جهت داشته؟ نه. آیا مسیر من مستقیم نی؟ نه آقا، مستقیم، تموم شد. یعنی هم مسافتم دهه، هم جا به جاییم دهه. پس با هم چیان؟ برابر. کاملا درسته. اینم هست. پس حواسم به این نکته باشه. بریم سر بعدی. بچه ها یه چیز مهم، یه فرق دیگه هم جا به جایی و مسافت داره. جا به جایی کمیتی چی بود؟ برداری بود. اسم دیگه کمیت برداری ببینم کسی بلده؟ وینچستری ها بلدن یا نه؟ بودو ماشالله، اگه بدونی جایزه داری. بودو، اگه بدونی بهش میگن ویکتوریل. ویکتور میشه بردار، ویکتوریل میشه برداری. اما مسافت کمیتی عددیه. عددی اسم دیگه چیه؟ نردعی یا اسکالر. آقا یعنی چی برداری؟ برداری یعنی علاوه بر مقدار جهت هم داره. یعنی باید بگی شرق، غرب، شمال، جنوب، پس جهتش هم باید بگیم بردار. اما مسافت عددیه، فقط چی داره؟ مقدار داره. اینم از این. پس کمیت‌های عددی کمیت‌هایی هستن که فقط عدد دارن، مثل جرم. الان میگی جرم استاد شعبانی مثلا 90 کیلوگرمه، میگی 90 کیلوگرم به سمت شرق؟ نه. اما میگی سرعت 20 متر بر ثانیه به سمت شماله، چون سرعت برداریه. باریکلا. خب بریم حالا سر ادامه بحثمون. من آوردم اینجا که جا بندازم برای دختر پسرای گلم کیف کنن. اینم از این. بریم سر سوال اول، کیف کنیم و لذت ببریم. بریم بچه ها، بریم. خب اینم فیت کنم. مثال، متحرکی در صفحه X و Y، یعنی منظورش همون دستگاه چی؟ مختصات.
از مبدأ شروع به حرکت میکند. قال امام شعبانی علیه السلام. امام شعبانی چی فرمود؟ فرمود اسم مبدأ خالی اومد یعنی x مساوی 0. ماشاءالله. ابتدا 40 متر میره شمال، سپس 20 متر میره شرق و بعد از اون 70 متر میره جنوب و نهایتاً 60 متر میره غرب. من به نظرم یه شک بکشیم که از گیج بودن در بیاییم. اول کجا قرار داشت شیطون ما؟ مبدأ اینجاست. گفته چقدر میره سمت شمال؟ مثلا بگیریم بالا شمال 40 تا. پس 40 متر میره بالا 40 تا. 20 تا میره شرق، 20 تا میره شرق. 70 متر میاد جنوب، 70 متر میاد جنوب. بچه 70 متر میاد جنوب یعنی این 40 تا 30 تا دیگه هم میاد پایین. و 60 متر میره غرب، 60 متر یعنی 20 تا رد کنه میشه 60 متر میاد غرب. درسته؟ بله استاد. پس مقصدمون کجا میشه؟ اینجا. این مبدأ، اینم مقصد. اول گفته مسافت چند متره. خب مسافت میشد جمع طولها. بگو L مساویه 40 به علاوه 20 به علاوه 70 به علاوه چند؟ 60. جمع کنید گرگیا. 40 و 20 60، با 60 120، با 70 190. احسن. واحد هم یادت نره پلنگا، نمره داره تو امتحان نهایی. مرسی. هر واحدی نذاری 25 صدام اینجوری بال میزنه میره. بریم بعدی. جابجایی چی شد؟ آها، استاد به ما گفت جابجایی برداری است که مبدأ را به مقصد مستقیم و بدون تغییر جدول کند. بیا جو ببینم. مبدأ جونم اینجایی، مقصد جونم اینجایی، وصلت کنم. به به چه خوشگل، به به چه خوشگل. مرسی. این میشه بردار جا به جای من. دیستنس. خب ببینیم این دیستنس چیه. یه مثلث شنگولی اینجا دارم، دقت بکنید، یه مثلث خوشگل شنگولی دارم، میخوایم کیف بکنیم. اینجاست. خب بریم این مثلث رو میخوام بیارم اینجا، شما ببین. بچه ها این 20ه، این 60ه، درسته؟ 60 منهای 20. پس قبول دارید این مثلث این ضلعش میشه 40؟ آره آقا قبول داریم. کل این 70 این 40 قبول دارید این ضلعش میشه 30؟ آقا بازم قبول داریم. بله این 30 این 40. مثلث رو دارم میگم شیطونا، مثلث رو اونور انداختم اینور. ببین لا 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 لا. مرسی. خب بچه های گلم، رئیس کل دیگه فیثاغورس بارا، عمو فیسا میاد اینجا. عمو فیسا سلام. سلام عمو. عمو فیسا اومد. عمو فیسا کیه؟ عمو فیثاغورسه. بچه ها یادتونه که وقتی من یه چیزی وتر رو میخوام میشه رادیکال اولی به توان دو به علاوه یه چی دومی به توان دو. درسته بچه ها؟ خب بریم. 30 و 40 عدد معروفی هن دیگه. مگه مثلث پایه فیثاغورس 3 و 4 و 5 نیست بچه ها؟ آره آقا. این 3 باشه، این 4 باشه، این میشه 5. پس اگه این 30 این 40 این میشه چند؟ 50. پس جا به جایی من میشه چی؟ 50 متر. اینم از این. بچه ها میشه به من جهتش هم بگید؟ بله. این سمت بود شمال، این ور بود جنوب، این ور بود شرق، این ور بود غرب. میشه جنوب غربی. پس جهتش هم مهمه، ننویسی پریده ها. جنوب غربی، درسته؟ اینم از این. حالا نگاه کنید جا به جایی من چند در اومد؟ 50. مسافت من چند در اومد؟ 190. چرا بچه ها جا به جایم مسافت کمتر در اومد؟ چون مسیر من تغییر چی داشته؟ جهت داشته. حله؟ همه اوکی شدن؟ ماشاءالله. پس تفاوت اینا رو یاد گرفتن خیلی مهمه. مرسی. خب حالا بریم با هم دیگه سر نکته بعدی، کیف کنیم و لذت ببریم. دقت کنید.
گفته که بردار عجب سوال خوشگلیه. دقت کنید، ترکنم همون سوال اگزوزیاستا، گرگیه ولفی کوئسشن ولفز. میگه بردار سرعت متوسط. اصلا ما سرعت متوسط رو هنوز نخوندیم، پس بریم سرعت متوسط و تندی رو بخونیم تا بریم سر این سوال، چون با همدیگه توی تخته بگید قبلمون سرعت متوسط یعنی وی اوریج باید بخونیم تا بهتون بگم ببینیم داستانمون از چه قرار میشه. دقت کنید بچه ها. خب گرگی ها حواسا جمع، بیاییم با من میخواییم بهتره کنیم، بریم سر اینجا فرق تندی و سرعت ببینیم چی. اول پس من میخوام چی رو بگم؟ سرعت متوسط و وی average. average یعنی میانگین. وی هم از کلمه velocity یعنی چی؟ سرعت میاد. سرعت متوسط میشه نسبت جابجایی به روی زمان، نسبت جابجایی به روی زمان. پس وی average مساوی دی که جابجایی دیستنس پر دلتا تی، تغییرات زمان. جابجایی میشه دلتا ایکس یعنی تغییرات بردار مکان به زمان. پس میتونم بگم بردار جابجایی همان بردار تغییر مکان است. یعنی مثلا بچه‌ها خودتون بگین من تو مکان 3 ام، اگه برم تو مکان 13 پس از 3 میخوام برم 13، چقدر زیاد شدم از 3 تا 13؟ 10 تا. پس میتونم بگم 13 منهای 3 شده 10، یعنی x تو منهای x. پس یادت باشه دختر گلم، پسر گلم، حواسا جمع، بیا اینجا ببینم، ماشاءالله بودو. پس تغییر بردار مکان همون بردار چیه؟ جابجا. پس دلتا x میشه x تو من x، یعنی d همون x تو منهای x1. واحد جابجایی چی بود دخترا؟ متر. پسرا واحد زمان؟ ثانیه. پس واحد سرعت متوسط در SI میشه متر بر ثانیه. ماشاءالله. آقا معنیشو میشه به من بگی؟ بله. یه چیز جذاب. آها بچه‌ها، جابجایی شنگول مگه جهت نداره؟ پس اگه این جهت داره اینم جهت داره. او یعنی سرعت کمیتی برداریه. آخ 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 آخ. ای دادا بیا اینجا ببینم. پس سرعت کمیتی برداریه. چرا؟ چون تو دلش جابجایی برداریه، یعنی بچهش برداریه، پس باباش هم برداریه. مرسی. اما اس اوریج رو ببینیم، یعنی تندی متوسط. اوه 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 اسپید آف اوریج. اسپید یعنی سرعت یا تندی. S average اینجوری معنی میشه، من اینو چیز کنم که قاطی نکنیم با این. S average دیگه نمیشه جا به جایی به زمان، میشه نسبت مسافت به زمان. آقا مسافت که واحدش چی بود؟ آره واحدش بود چی؟ متر. واحد زمان ثانیه. پس واحد بچه ها S average میشه متر بر ثانیه. آقا واحد تندی متوسط هم شد متر بر ثانیه، یعنی هیچ فرقی نداره با با سرعت. آها واحدش یکیه، اما چون مسافت کمیتی عددیه پس باباشم عدد. اوه 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 اوه. یعنی تندی متوسط کمیتی عددیه، همواره مثبت جهت نیاز نداره. ماشاءالله. پس این نکته خیلی برام مهمه. پس آقا فرق تندی و سرعت رو میشه به من بگی؟ چش گوش بده حواسا جمع. وقتی میگم مثلا گوش بدید، وی میشه مثبت پر، هر کدوم اینا رو میخوام معنی کنیم. اگه گفتیم اوه 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 اینا معنیش چی میشه؟ یا اول فصل average مثلا average، حالا مهم average هم نذاریم، حالا میشه سرعتش 5. خب یه سوال بریم معنیشو ببینیم.
اول معنی تندی رو ببینیم. میگه تندیش 5 متر بر ثانیه است. معنیش یعنی در هر ثانیه متحرک 5 متر طی کرده. کجا طی کرده معلوم نی. رفته بالا، اومده پایین، دور زده، دور میدون چرخیده، اینجوری طی کرده، رفته برگشته، نمیدونیم. پس اینو فقط میدونیم، یعنی در هر ثانیه متحرک 5 متر طی کرده. چی؟ مسافت کجا؟ نمیدونم، چون برداری نیست. Such a wow! Excellent for you! Thank you so much! بیا! یعنی نمیدونیم کدوم وقت. یعنی 5 متر اینجوری رفته؟ نمیدونم. اینجوری؟ نمیدونم. رفته اومده؟ نمیدونم. صاف رفته؟ نمیدونم. اگزوزی رفته؟ نمیدونم. فقط میدونم 5 متر رفته. اما اون دوتا نه، اون دوتا سرعتن، جهت هم داره. ای وای، مثبت و منفی دادی. ای خدا، استاد به ما گفت مثل بردار مکانه، مثبت یعنی در جهت داره میره، منفی یعنی داره خلاف. یعنی این داره چی میخواد بگه؟ یعنی متحرک در هر ثانیه 5 متر در جهت محور طی میکند. یا حسین یا علی مدد، در جهت محور ایکس طی میکند. پس اگه سرعت آفری، اگه سرعت هم مثبت باشه، یعنی در جهت محور، اگه که منفی باشه یعنی خلاف محور. یعنی داره میگه متحرک تو هر ثانیه 5 متر داره میره جلو، این وری جهتش معلومه. یه ثانیه بعد 5 متر، یه ثانیه بعد 5 متر. مرسی. حالا بریم اون منفیه، یعنی این میخواد بگه متحرک در هر ثانیه 5 متر در خلاف جهت محور ایکس رفته. پس علامت منفی و مثبت تو این معنی داره، چون برداری ان اونا، یعنی تو هر ثانیه 5 متر اینوری رفته. اوه اوه اوه. پس برو جنبندی، تندی و مسافت علامت ندارن، همیشه چیان؟ مثبتن. آیا جهت دارن؟ خیر، فقط عدد دارن. وقتی میگیم مثلا مسافت 5 متره، کدوم و شمال جنوب؟ نمیدونم، بندری زده، رقصیده، اصلا نمیدونم. اما وقتی میگم سرعت مثلا 5 تا تو راستای شرق، یعنی تو هر ثانیه 5 متر داره میره شرق. هر ثانیه 5 متر، مثلا 2 ثانیه 10 متر، 3 ثانیه 15. پس از اینجا یه نکته سمی یاد گرفتم، کمیت های عددی علامت منفی و مثبت ندارند. بنویسین و نمینویسم که خودت نکته برداری کنی. بودو بودو دست قلم شو. کمیت های عددی مثبت و منفی ندارند و فقط مقدار دارند و جهت ندارند. اما کمیت های برداری علاوه بر مقدار جهت هم دارند، اگه که مثبت باشه در جهت محور میشه، اگه که منفی باشه خلاف محور. پس بچه من سوار ماشینم، بیا اگه که مثلا اینوری، بیا سوار ماشینم، پس چون دارم در جهت محور میرم سرعتم مثبته، حالا دنده عقب بگیر، دنده عقب بگیر، دارم در خلاف جهت میرم، پس سرعتم منفی میشه. اوکی، پس علامت منفی و مثبت در علم فیزیک نشان دهنده جهت حرکت است، نه کم و زیاد شدن اون عدد. یعنی چی؟ یعنی وقتی سرعت مثبت 5 تو هر ثانیه 5 تا میرم جلو، وقتی منفی 5 یعنی تو هر ثانیه 5 تا میام عقب. پس بگو این یعنی مثبت، این یعنی منفی. مرسی. پس این نکته سمی یادت باشه، علامت در علم فیزیک نشان دهنده جهت حرکت است. اگر کمیت های برداری مثل سرعت مثبت باشن، یعنی در جهت محور، اگر که
منفی باشن در خلاف جهت محورن، ولی کمیت های عددی مثل تندی منفی مثبت ندارند، همیشه مقدار دارند و جهت ندارند. وقتی میگیم 5 یعنی 5 تا رفته کدوم ور؟ نمیدونه. چرا؟ چون عددیه. مرسی، دمتون گرم بچه‌ها. خب پس این نکته خیلی نکته های اهمیتی بود، باید حواسمون رو جمع بکنیم ببینیم که داستان از چه قراره. خب من این نکته رو بهتون بگم که این قسمت تکمیل بشه، بریم سر عزیزای دلم ببینیم که چه جوریه داستان. دقت بکنی آقا، این سوال گرگی رو من گفتم چون تندی و سرعت رو گفتم میخوایم ببینیم. بریم اینجا، میگه بردار سرعت متوسط یعنی همون وی اوریج به مسیر حرکت بستگی. خب باز آقا مگه نمیشد دلتا ایکس به دلتا تی؟ بله، پس توش جا به جایی داره. آیا جا به جایی به مسیر حرکت؟ نه نداره، فقط به چی بستگی داره؟ اول آخر. پس چون این بستگی نداره، اینم متوسطی نداره. یادت باشه اینا با هم رفیق جدا ناپذیرن، یعنی تا x بگیره وی اوریج هم با هم رفیقه. یادت باشه سرعت و جابجایی با هم رفیق رفیقن، توی یه باندن. یعنی سرعت هم میشه مثبت اگه جابجایی منفی، سرعت هم میشه منفی اگه جابجایی صفر باشه، سرعت هم صفر میشه. دیدید دید. و به مبدأ مختصات بستگی. خب آقا مبدأ مختصات x مساوی صفره، به ما چه؟ بستگی نداره، فقط به چی بستگی داره؟ به مبدأ حرکت و مقصد حرکت. مثلا اینجوری میخوام وصل کنیم، و به مبدأ حرکت بستگی دارد، بستگی دارد، چون مبدأ حرکت و مقصد حرکت تو جا به جایی یا دلتا x یا همون دیمون مؤثره. و به مبدأ مکان، مبدأ مکان همون مبدأ مختصات با لفظ بازی کرده، پس به اینم بستگی نداره. پس جا به جایی و سرعت به دو تا چیز بستگی دارن، یک مبدأ حرکت، دو مقصد حرکت. اینو تو مغزت بذار، مبدأ حرکت مقصد حرکت، مبدأ حرکت مقصد حرکت. اما حالا اگه این میگفت تندی متوسط، ببینیم چی میشد. تندی متوسط به مسیر حرکت بستگی داره. چرا بستگی داره آقا؟ او یعنی استاد، یعنی سوال دارید آپدیت میکنید؟ بله، اس اوریج میشه ال به روی دلتا تی، ال بستگی داره به مسیر حرکت. اینجوری برم با اینجوری برم فرق داره، پس بستگی میشه داره، اما به مبدأ مختصات نداره، به مبدأ حرکت داره، بستگی داره، به مبدأ مکانم نداره، فقط این مسیر حرکت هم باید جا به جایی و سرعت فقط به مبدأ حرکت و مقصد حرکت بستگی دارن، و تندی و مسافت هم به این دوتا مبدأ حرکت و مقصد و به هم مسیر حرکت بستگی دارن. پس جمع‌بندیشو بریم، بریم اینجا، بریم اینجا، بریم اینجا، بریم اینجا. پس دوتا باند، باند یک باند دو ورسوس با هم می جنگن. ورس بریم and مسافت and چی؟ S average versus distance or delta x and velocity سرعت. این دوتا شیطون کمیتی عددی، این دوتا برداری. عددی فقط عدد داره، برداری جهت هم داشت. مرسی، یعنی برداری ها علامت هم میگیرن ناقله ها، مثبت در جهت منفی داخل. اینا به چی بستگی دارن؟ به سه تا چیز، مبدأ حرکت،
مقصد حرکت، مسیر حرکت. اما اونا به جفت این بستگی دارن، اما به مسیر حرکت بستگی ندارن، فقط به مبدأ حرکت و مقصد حرکت بستگی دارن. پس آقا حواسم به این نکته باشه که از دست ندم. حل بچه ها، اینم جایزه شما عزیزای دلم که حواستون باشه که اینو از دست ندین. حله؟ خب حالا بچه ها ایشالا قسمت توی چیز بعد برمیگردیم با هم این چیزو ادامه داستانو میگیم و سوالها رو با هم حل خواهیم کرد و لذت خواهیم برد. پس تا صفحه 5 رفتیم جلو، دممون گرم، خیلی هم عالی بودید بچه ها، که بدونید داستان چیه. بچه ها با جابجایی و مسافت و تندی و سرعت آشنا شدیم. خیلی عالی بود، خیلی عالی بود. اشاره تو زنگ بعد یه استراحت بکنید، با هم بریم ادامه داستانو آتیش بزنیم، گرگی بریم جلو. دمتون گرم، دوستتون دارم زیاد. فعلا بچه‌ها یا علی خدافظ، تا انشالله زنگ بعدی که شما عزیزانو زیارت بکنم. فعلا یا علی خدافظ.